دیدم نه خیر، وضعیت بدتر از اونی که بود شد. وضعیت مالی که بود، وضعیت زبونم اومد روش، یعنی مشکلات دو برابر شد. زبون بلد نبودی، خونه نداشتی، سرما و گرماش خیلی اذیت میکرد. اینکه حتی به وضعیت رسیده بودیم که روسا شده بود من گریه میکردم، گفتم خدایا منو ببخش، تو ایران ناشکری کردم، اینجا وضعیتی بدتری تو سرما بردی، خدایا تا کی؟ اگه میخوای اینجوری کنی همینجا تمومش کن دیگه، من طاقت اینو ندارم که ببینم. من که بدبخت بودم، بدبخت به دنیا اومدم، بزرگ شدم با این وضعیت، نمیخوام بدبختی بچه‌مو جلوی چشام ببینم. واقعا تمومش کن خدای من، دیگه طاقت ندارم. یکی از دوستانش با آنها پیشنهاد داد که به کلیسا بروند، شاید در آنجا روحی آنها کمی بهبود یابد. تصمیم گرفتیم با حسین با اون دوستمون بریم کلیسا. وقتی رفتیم کلیسا من اول زیاد چیز نمی کردم، اهمیت نمی دادم که چی میگن تو کلیسا، یا ولی از سرودهای کلیسا خیلی خوشم می آمد. وقتی پرستش می کردن نمی دونم چه جوری بود، ولی احساس خیلی غریب من دست می داد، خوشم می آمد از این آواز. و همیشه وقتی سرود شروع می کردم به سرود خوندن من اشکم می آمد پایین. خیلی فکر کردم فقط اینجاست که خدا صدای ما رو میشنوه، و همیشه میگفتم خدای اگه این صدا رو میشنوی پس اینجا جواب میتونی بدی. ولی عیسی رو هنوز نشناخته بودم. خیلی رفتیم، حداقل من خودم شخصا 3-4 ماه بود رفتم. شهناز و همسرش بعد از اینکه فیلم عیسی مسیح را دیدند خیلی تحت تاثیر محبت خدا قرار گرفتند. نمیدونم چی بود اونجا، وقتی که میدیدم که عیسی شلاق میخوره فکر کردم یه چیزی میخوره به درد من. وقتی اونجا خونشو میریختن، وقتی که رو صلیب به دست پاش میزدن، میگفتم واقعا یعنی خدا اینقدر سخت دله که یعنی میگن حالا من ایمان نداشتم، گفتم یگانه فرزندش رو فدا کرده، یعنی اینقدر سخت دل یه دونه بچه‌ش رو بده، من که حاضر نیستم همچین کار بکنم، من حتی حاضر نیستم یه تار موی مژگان کم بشه به خاطر کس دیگه، چه پس چه جور خداییه خدا اینقدر سخت دل. وقتی که حالا بعد این انجیل لوقا رو دیدم خیلی یه چیزی تو دلم بود، یه غم و قصه شده بود، یعنی چرا عیسی، به چه دلیل عیسی اینقدر رنج کشید، دلیلش چی بود؟ یعنی انقدر ما رو دوست داشت؟ یه صدایی، یه ندایی تو دلم میگفت آره من تو رو انقدر دوست دارم. او و همسرش قلبشان را به روی عیسی مسیح باز کردند و عیسی مسیح را به عنوان خداوند زندگیشان پذیرفتند. وقتی که قلبم به عیسی سپردم، عیسی اون نگرانی رو از من برداشته. واقعا زندگی سخت اینجا خدا رو به من داد. اون چیزی که نداشتم رو به من داد. اون عشق پدرانه رو به من نشون داد. الان خانومم واقعا عوض شده، دیگه اون شهناز سابق نیست و الان برای هر روز در خداوند شادتره و اصلا اون نگرانی هایی که در اون بود دیگه به هیچ عنوان دیده نمیشه و هر روز بیشتر و بیشتر در شادی خداوند پیش میره. دیگه عجول نیستم و تو زندگی مشترک با حسین فکر نمی کردم قبل از ایمانم خوشبختش کرده باشم. دوست داشتیم ولی عشق واقعی رو نمیدونستیم، دوست داشتن واقعی رو نمیدونستیم معنیش چیه. ما حدودا 2 سال و 3 ماه 4 ماه میشه اینجا، به جرات میتونم بگم حتی یه جر بحثم ما هم نداشتیم. دوستان عزیز، زندگی خواهرمون شهناز رو با هم دیدیم و شنیدیم که چطور در زندگی او این همه مشکلات و دردها بود. واقعا چقدر سخته که یک کودک شاهد این باشه که حق پدر مادرش خورده میشه و دائما مورد تحقیر و تمسخر دیگران قرار بگیره و احساس کنه که مال اون شهر، مال اون کشور نیست. به هر حال خارجی بودن در کشور ایران و چقدر متاسفانه بعضی از مردم با دیدگاه تحقیرآمیز به بعضی از عزیزان افغانی نگاه میکنن و این واقعا باعث دلتنگی و دلرنجی خداوند حتی میشه و
خدا رو شکر، ولی خداوند تمام دردها و اون غمها و قصه های شهناز رو برداشت. همین خدا قادره که امروز هم زندگی خیلی از مردمی که شاید جاهای مختلف خیلی از ایرانی ها این روزها متاسفانه آواره در این کشور و اون کشور هستن و همین موضوع دقیقاً داره برای خودشون انجام میشه، ولی خدا رو شکر که خدا میتونه زندگی اونها رو نیست دگرگون کنه. بله واقعا، شاید عزیزان که دارید این برنامه نگاه میکنید، شاید شرایط شما هم مثل شرایط خواهرمون شهناز هستش، شاید همون احساس نگرانی ها، همون دلواپسی برای آینده بچه‌هاتون، آینده خودتون و اون احساس غربت رو دارید. من اینجا آیه ای رو میخوام براتون بخونم، در فیلیپیان آیه 6 اینطور میفرماید: برای هیچ چیز اندیشه نکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا و با شکرگزاری مصلحت‌های خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. عزیز خدا را شکر به خاطر کلام زنده خداوند، به خاطر امیدی که خداوند به ما بخشیده. پس اگر به عیسی مسیح ایمان بیارید و عیسی مسیح به عنوان منجی خودتون بپذیرید، خداوند وعده داده که دیگه نگران نباشید، چون من به فکر شما هستم. خداوند به فکر فرزندانش هست و بهترین و زیباترین نقشه ها رو برای فرزندانش داره. بله، ولی واقعیتش اینه که ما انسان هستیم، به هر حال مشکلات مختلفی توی دنیا هستش که ممکنه که این مشکلات ما رو خم کنه و ممکنه که غمگین بشیم، ممکنه که افسرده بشیم، حتی بعض وقتا ناامید بشیم، ولی وقتی که نگاه میکنیم به خداوند، اون موقع است که امید در دل ما ایجاد میشه و عیسی مسیح همونطور که تو زندگی شهناز خواهرمون چنان امیدی ایجاد کرد که تمام اون ناامیدی ها، تمام اون غم ها، افسردگی ها و اون فکرهای منفی که توی ذهنش بود برداشت. همین خداوند میتونه در زندگی ما به قوت کار کنه و زندگی ما رو دگرگون کنه. پس اگر ناامید هستید، بدونید که عیسی مسیح قادره که به شما امید ببخشه. بله دوستان، اگر واقعا فکر میکنید که احتیاج به تقویت خداوند، قوت خداوند دارید در این زمینه، خیلی خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2044-1483-410-933. ما خیلی خوشحال میشیم که با شما عزیزان دعایی داشته باشیم. خب الان وقتش رسیده با افرادی که ما گفتگو داشتیم نظر اونها رو نیز بشنویم و بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. وقتی که من باریک شدم تو این قضیه، احساس کردم که شاید منم در گذشته حق دیگران رو خوردم که به این مسئله دوچار شدم. من در اون لحظه واقعا آدم خیلی احساس عصبانیت میکنه. وهله اول شاید مدت کوتاهی احساس ناامیدی کنه، چون فکر میکنه نمیتونه حقشو پس بگیره. تو ناراحتی داشتم موقعی که حقم خورده شده، به خاطر اینکه فکر کنم یه چیز خیلی مهم از دست دادم. یعنی خب بالاخره حقم بوده و حق آدم خورده میشه، آدم ناراحت میشه بخاطر اینکه یه چیزی که داشته رو از دست داده. حالا به هر حال چه کم ارزش کم چه با ارزش. خب احساس سرخوردگی، احساس ضعف، احساس فقر. بله اتفاق افتاده. خب مسلماً آدم اولش احساس بدی میکنه، ولی من خودم کسی هستم که باعث وقتی که بعد چند وقت از یادم میره، هیچ موقع کینه به دل نمیگیرم. حقمو خیلی خوردن و خب خیلی احساس ناآرامی میکردم و خیلی احساس میکردم که چقدر اینا شخصا میتونن، چجوری میتونن که ظلم کنن به انسان ها، چجوری میتونن انقدر ظلم کنن به من. خیلی دلم میخواست که یه جوری ازشون این سوالو بکنم و جوابی ازشون بگیرم. خب این دو تا عامل میتونه وجود داشته باشه. اول اینکه توکلشون کمه. آدم اگه به خداوند توکل داشته باشه، اعتماد کامل داشته باشه، میدونه به اون چیزایی که میخواد میرسه. بخاطر اینکه احساس میکنن ممکنه زمان کافی نداشته باشن، بازم بخاطر اینکه خواسته ها زیاده و فکر کنن زمان کافی ممکن نداشته باشن که به اون خواسته هایی که دارن برسن. به خاطر اینکه هیچ موقع مردم مطمئن نیستن که فردا چه اتفاقی براشون میفته، به خاطر همین شروع میکنن برای آیندهشون کاری انجام دادن بتونن بهتر کنن، بچه‌هاشون برش آینده بهتری داشته باشن و همینطوری جلو میرن که باعث میشه که فشار زیادی به مردم میادش.
به خاطر که یه اطمینان تو زندگیشون وجود نداره. من فکر میکنم اگر یه اطمینان، یه ثبات